السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظور شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابیرف. در عرفه روزی جوانان بنابر فرمان و قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیایف، گروهی جوانان فعال که به رشد مملکتمان سهم مناسب گذاشتند با مدال های کلجک بنیادکاری و مکافات دولتی مرد اغلان تقدیرانیده شدند. 28 میون در قرارگاه کوکسرای مراسمی سپردن این مکافات ها برگزار گردید. در اول برآمد خود راهبر دولت جوانان را با روز جوانان تبریک نمود و با آنها تمناهای بهترین را اظهار کرد. با دستاورد ها، مقصد ها و نقشه های جوانان را شناس کردید. من نیرو و الهام زیاد میگیرم. ممنونم که ما چنین امکانات کلان ساختمان ازبکستان نو را مالک ایم، گفت شوکت مرزیایف. حالا در هر ساحه حیات، در اداره دولتی، اقتصادیات، علم و تعلیم، ورزش و مدنیت به جوانان اعتبار علاحیده نگرانده می شود. در پلت اولی مجلس پارلمان های جوانان کار میکنند. در هر یک مؤسسه مملکت همان مشاور آید به کارهای جوانان عمل میکند. دولت و جمعیت به توفیل جوانان معنان و جسمانان روش نموده که دانش و تکنولوژی های زمانوی را کس نمودند مقتدر میباشند. از این رو نظام تعلیم کلان انکشاف میابد. مکتب های پریزیدنتی، مکتب های ایجادی و مخصوص مؤسسه های تعلیم اولی برای تربیه کادرهای بلند ملکه خدمت میکند. در ایتی پارک ها، پارک های ایجادی و تکنو پارک ها، مرکز های مدنی و ورزشی جوانان با کاری دوست داشته خود مشغولند و اقتدار خود را رشد می بخشند. جوانان که این شرایط را با ثمر استفاده می نمایند در علم، ورزش، مدنیت، صنعت و دیگر ساحه ها، ازبکستان نو را به تمام جهان شرفمند نموده موفقیت های بزرگ را نایل می گردند. تنها سال گذشته تحصیل 55 نفر خوانندگان آن 8 مدال طلا، 15 نقره و 32 برنجی را در المپیاد های با نفوذ بین الخلقی آید به ماتماتیکا، کیمیا، بیولوژی، فیزیک و انفورماتیکا صاحب گردیدند. در آزمون های با نفوذ بین خلقی آید به مدنیت و صنعت 383 نفر جوانانمون جایزه های اساسی را به دست آوردند. قریب 1400 نفر جایزه های اول را اشغال نمودند. در دو سال اخیر ورزشکارانمون بیش از 900 مدال طلا، بیش از 550 مدال نقره و 731 مدال برنجی را در مسابقه های بین الخلقی به دست آوردند. سیاست دولتی جوانان مملکتمون باعث اعتراف بین الخلقی میگردد. برای مثال سال گذشته ازبکستان چون یکی از مملکت های زود رشد یابنده در ساحه سیاست جوانان بنابر ایندکس رشد جوانان اعتراف کردید. بیش از 60 تشبث آید به دستگیری جوانان، جلب آنها به اداره دولتی و جمعیتی، حل مسئله های مهم اجتماعی و اقتصادی از جانب جامعه جهان دستگیری کرده شدند. پس از آن پرزیدنت شوکت مرزیایف به جوانان مکافات های دولتی را سپرد. دستاورد های شما این آغاز راهی دراز می باشد. دولت می تواند شرایط فراهم آورد، کسی می تواند کمک کند، اما آینده شما فقط از شما وابسته است. تمام جوانانمان را در این را دستگیری نموده در راه آرزو توفیق تمنا دارم، گفت شوکت مرزیایف. جهت اهمیت نوکش در آن است که در بین مکافاتانیده شدگان البته یکی از جوانان فعال ناحیه سوخ، سرور جوانان جمعی شهروندان محله سری کنده، حیدبای حسنف نیز بود. حیدبای حسنف با فرمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان با مدال کلجک بنیادکاری تقدیرانیده شد که در این باره ما البته در برنامه های آینده برنامه مخصوصمان را پیشکش میکنیم. در تالار مجلس های حاکمیت ناحیه سوخ سه نوبتی شورای نمایندگان خلق ناحیه برگزار گردید و در آن مسئله های خیلی مهم مورد بررسی قرار گرفتند. تفصیلات پور را در شرح نوبتی ما. در سسیه دپوتات ها، رهبران سکتر ها، معاونان حاکم، رهبران تشکلات های دخلدار و نمایندگان واسطه های اخبار عمومی اشتراک کردند. یکچند مسئله های مهم مورد محاکمه قرار گرفت. از جمله مسئله حسابات دادن رهبران ارگان های حفظ حقوق و ترتیبات در سسیه به دپوتات ها، ترتیب به خارج برآمدن دپوتات ها و کارمندان کاتبیت، مبلغ به ساحه ها جدا گردیده و خرج آنها در چریک اول سال روان و دیگر مسئله های مهم مورد بررسی قرار گرفتند. آید این مسئله ها مسئولان دخلدار به دپوتات ها حساب دادند. از جمله سرور شعبه مالیه و اقتصادی نوحی سوخ زالدین اسکندرف در باره مبلغ های به مؤسسه های تعلیمی، سپورت، مدنیت و طبیات جدا گردیده حساب داد. مکتب گشت تعلیم سوحسگ 3 میلیارد سوم، خلق تعلیم سوحسگ 2.6 میلیارد سوم، شوندن مکتب لرنو قیاش پنل ارنتلشگه 120 میلیارد سوم، سپورت جهازلر ساتو بولشگه 60 میلیون سوم، هم ده میبل جهازلر ساتو بولشگه 70 میلیون سوم مبلغ اجرتده. Sog'liqni saqlash sohasiga 13.9 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, shundan dori-darmon xarajatlari uchun 565 million so'm,
Oziq-ovqat xarajatlari uchun 195 million so'm, hamda tibbiyot xodimlarini rivojlantirish va jamg'armalantirish jamg'armasi 1 milliard 900 million so'm mablag' ajratilgan. Madaniyat va sport sohalariga 1 milliard 205 million so'm, davlat boshqaruv organlariga turi undan 5 milliard so'm, iqtisodiy xarajatlarga 1 undan 3 milliard so'm mablag' ajratilgan. Dar davomi sessiya az roy masalahoi ba muhokama guzoshta shuda axborot va maruzaye shaxsoni mas'ul pura shunida shud. Dar rafti gufte shunid, deputatho az roy masalahoi ruznoma fikru mulohizahoi khudro bayon kardan va har yak masalaro az nuqtai nazari tanqidi tahlil namudan. Inchunin hokimi nohiye sugh Said Bahrom Said Musayev oid ta'mini mavzehoi kasnon va simodon bo ob sukhan kard va guft ki imroz dar sari bo ob ta'min kardan in mavzeho meandeshand va zaminhoi bekorxobidai in hudud va zaminhoi کارخوبیده این حدودها نیز از خود کرده شده و کارپراسی ها تشکیل کرده میشان. از روی مسئله های روزنامه قرارهای دخلدار قبول کردیده سیسی نوبتی با آخر رسید. محل کنگش کتبیرده مدره. یک قطار تغییرات و نوآوری ها در قانونگذاری ازبکستان از 1 ایول سال روان مورد عمل قرار می گیرند. نرم تغییرات اساسی را که از همین روز اعتبار پیدا می کند وارد نمود. یکی از این تغییرات ها این ایپوتک امتیازناک برای کاهش دادن سطح کم بضاعتی می باشد. در اساس توصیه هفتگانه محله از حساب مبلغ های وزارت اقتصاد و مالیه به افرادی که به برنامه کاهش کم بضاعتی شامل شدند و به بهبود شرایط منزل یعنی خانه و جای نیاز دارند کردیت های ایپوتک جدا کرده می شوند. کردیت های ایپوتک به مبلغ تا 120 میلیون سوم به مهلت تا 20 سال با ستفکی 4% زیاد از ستفکی اساسی بانک مرکزی به مقصد ساختمان، ریکنستروکسیا و تعمیر بناهای شخصی شهروند جدا کرده می شوند. برای پوشانیدن یک قسم بدل اول از روی کردیت ایپوتک به اندازه 15% قرض جدا شده و برای پوشانیدن یک قسم پرداخت های فایزه برای قسمتی که در دوام 5 سال اول از 12% زیاد از سوبسیدیا داده می شود. بغیر از این از 1 ایول سال روان معاش کارمندان پیداگوگی دارای معلومات عالی تشکیلات های تعلیمی تا مکتبی دولتی زیاد کرده می شود. اکنون آنها برابر کارمندان پیداگوگی مکتب های عمومی تعلیمی مزدی مهنت می گیرند. قدرت در دوستی و اهلی و اتفاقی است. این را مردم سرملت آسیای مرکزی در دوام 6 سال آخر بار دیگر در حیات خود حس نمودند، زیرا با تشبث رهبر ازبکستان در این منطقه محیط دوستی از نو برقرار گردیده به سطح صفتا نو برآورده شد. در مرکز سالمگردانی ناحیه سوخ با اشتراک نمایندگان کشور همسایه یعنی جمهوری قرغیزستان چاره‌بینی دوستی خلقا برگزار گردید. نمایندگان از جمهوری برادری قرغیزستان و مرکز سالمگردانی کودکانی نوحی سخومده در چاره‌بینی دوستی غلقا شرکت ورزیدند. آنها پیش از چاره‌بینی معنوی معرفتی از شرایط مرکز مذکور بازدید نمودند. در مرکز سالمگردانی واقعا هم برای نورسان همه شرایط فراهم آورده شده است. نمایندگان کشوری همسایه گفتند که فرزندانشان را برای استراحت به این مرکز می‌آورند. در واقع در مرکز سالمگردانی نوحی سخ نورسان از دیگر شهر و ناحیه‌های ولایتمان نیز آمده وقتی خالی خود را پرسمر می‌گذرانند. Rishtondan So'x bolalar oromgohiga tashrif buyurdim. Bu yerda dam olish uchun sharoitlar juda ham yaxshi. Havolari salqin. Bu yerda hech qachon och qolmaysiz. 5 mahal issiq ovqatlari bor. Bu yerga kelib men o'z do'stlarimni orttirdim. Bu yerda hech qachon bo'sh qolmas ekansiz. To'garaklar ham bor. Masalan, bunga sportni olamiz. Shaxmat, shashka, bilmagan narsalarni men masalan o'rgandim. Kompyuter sohasida men yangi sahifa ochdim. Men o'z uyimga borib, o'zimning shaxsiy do'stlarimga So'x bolalar oromgohini tasvif qilaman va yana yilga o'z do'stlarim bilan kelishni niyat qildim. بعدی اون تدبیر معنوی معرفتی برگزار گردید و در اون بچه های خوشبختی زمان برآمد نموده در شعر و سرودهایشان دوستی خلق را ترنم کردند. واقعا هم خلقهای تاجیک و ازبک و قرغیز از ازل دوست بوده، در اهلی و اتفاقی عمر بسر بردن و سرزمین مارا و نهر تاریخی را از هجوم دشمنان غدار همه یجای حمایه کردند. در تدبیر آید دوستی خلقانی سخن رفته ذکر نمودند که توفیل سیاست خردمندانه راهبر ازبکستان دوستی خلقها از نم مستحکم گردیده بین کشورها همکاری ها براه مونده شدند. باز بهاری دوستی غلبه کرد.
област, Баткер району, райондан келіп отырас бөжей айлыдан. Біз өте лагер начылышыға келдік, аябай соңын. Мұнда бар жоқ условиясы менен, бар жоқ келішкен, жетішкендік менен. Біз дағын балдарыңыз ұшындай жерге өмімінен дагорны қылып, Біз дағы алып келішті қалайбыз, біз дағы ұшындай жерлерге балдарызды демалтқанға, неурелерізді балдарызды демалтқанға. Біз дағы ұшындай нерсен талап қылышыз керек. Құдайыма шүгір, мана Өзбекистан, Қырғызстан президенттерізге рахмат, достықты чыңдап, бардығы ел, жүрт бірге, мұрда қандай болсақ, азырдағы ұшындай Өзбекистан, Қырғызстан бір болу ұтат, бардыға біз президенттерізге тазим қылабыз. Рахмат, біз балдарызды, біз дағы ұшындай жерлерде демалтқыз. Егер де можна болса, мүмкін болса, біз дағы договорны қылып, балдарызды ұшындай жерлерге алып келіп демалсақ деген мақсатымыз бар. Дар давоми тадбир аз ҷониби наврасон саҳначаҳо дар мавзеи дӯстии халқҳо намоиш дода шуд. Баромади онҳо ба иштирокдорони чорабинӣ аз ҷумла намояндагони кишвари ҳамсоя хеле писанд омад. Зеро дар тадбир хонандагон на фақат бо забони тоҷикӣ, балки бо забонҳои ӯзбеку қирғизӣ низ баромад карданд, шеъру сурудҳо хонданд. امروز 1 ایول با قبول پول ملی ما سوم 30 سال پر می شود. 1 ایول سال 1994 پول ملی جمهوری ازبکستان سوم با معاملات وارد کرده شده بود. در دامی سالهای 1991-1993 بانک مرکزی آیدی با معاملات براوردن پول ملی کارهای زیاده انجام داده تجربه کشورهای خارجی را آموخته است. 15 نوامبر سال 1993 همچون واسطه پرداخت با معاملات سوم کوپون ها جاری کرده شدند. برای به دست آوردن بعضی تجربه در تطبیق اصلاحات پولی سوم کوپون ها همچون اسعار گزارش خدمت می کردند. پس از به دست آوردن تجربه کافی در این سمت 1 ایول سال 1994 پول ملی جمهوری ازبکستان سوم با معاملات وارد کرده شد. با معاملات پول های کاغذی 1, 3, 5, 10, 25 سومه، 50, 100, 200, 500 سومه و 1000 سوم وارد کرده شدند. در طول این سالها بانک مرکزی جهت بهتر کردن صفت بی‌خطری و طرح‌ریزی پول های پولی تدقیقات گذراند. در سال 2018 تنگه های اخچم و سبوک دیزاینشان نوی نمینالیشان 50, 100, 200 و 500 سوم براورده شدند. تنگه 1000 سومی با دیزاین نو در سال 2022 با معاملات براورده شد. در ادامه اصلاحات پول نخ طرح نوی پول تهیه کرده شد. در سال 2021 پول های کاغذی 2000, 5000 سومی 10000 سومی 20000 50000 100000 سومی و سال 2022 200000 سومی تقدیم کرده شدند. این پول ها از جهت صفت کاغذ و قبض های محافظتی از کاغذ های کهنه خیلی فرق می کنند. طرح آنها موضوع های راه بزرگ ابریشم و شهرهای تاریخی کشور ما را انعکاس می کنند. از جمله مار دوسره ناحیه سوخنیز در آن انعکاس یافته است. پول ملی رمز مهم دولتی بوده، استقلالیت اقتصادی دولت را تامین نموده، هویت آن را انعکاس می نماید و آن را در جهان معرفی می نماید. مناسبت احترامانه بر رمزهای دولتی پیش از همه توجه بلند این مردم را نسبت به خود بیان می کند. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا شرح مختصری خبرهای مهمترین و آخرین روز کشور اینچنین جهان را به شما می رسانیم. توجه کنید. سیومیون در بینوی فرودگاه بین المللی به نام اسلام کریموف مجلسی تنتنوی نخستین پرواز خطسیر تاشکند بوداپشت تاشکند شرکت هواپیمایی قنات شرق برگزار شد. افتتاح خطسیر نو باعث جلب بیشتر سیاحان از اروپا و آشنایی آنها با موزه های بی‌نظیر فرهنگی و تاریخی ازبکستان میگردد. در چوربینی سفیر ونگری در ازبکستان یوجف راژا نمایندگان کمیته توریسم وزارت نقلیات ازبکستان ایرپورتس و مسافران اشتراک کردند. در رسمی کشادی با تنتنه ناطقان در باره اهمیت پرواز نو برای هر دو مملکت سخن راندند. در دایره واخوره نمایشگاه عکس ها تشکیل کرده شده، برآمد های رقصی نمایش داده شده. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش از نیروگاه فوتوالکتریکی آفتابی ریورساید که در ولایت تاشکند واقع است دیدن کرد.
او با تغییراتی که در ساحه انرژتیک سبز ازبکستان عملی گردانده می شوند نتیجه های به دست آورده شده و نقشه های برای آینده شناس شد. دبیر کل با سعی و کوشش های حکومت ازبکستان جهت نوال شدن به هدف رشد استوار هفت که به تامین دسترسی شهروندان به منبع های دسترس با اعتماد استوار و موثر انرژی نگرانده شده است بهای بلند داد. امروز از 1 ایول با قیدگیری آنلاین با مگیستراتور دانشگاه های دولتی جمهوری آغاز یافت. برای سال های خوانش 2024-2025 سپردن حجت ها با مؤسسه های تعلیم عالی دولتی توسط پلتفرم مگیستر یدو نقطه اوز تا 3 ایول ادامه می یابد. شخصانی که دارای شهادتنامه ملی یا بین المللی سطح معین طلبات می باشند می توانند به بخش مگیستراتور حجت سپارند. در ولایت اوش قرغیزستان سیل آمد. وزارت حالات اضطراری جمهوری خبر داد که در ولایت نوکات بر اثر آفت طبیعی الکی 7 نفر به هلاکت رسیده، جستجوی 2 نفر دیگر ادامه دارد. نجات دهندگان 1,300 نفر را به جای امن کوچاندند. طبق معلومات اخیر تعداد قربانیان سیل در ولایت اوش قرغیزستان به 8 نفر رسیده است. اکثر آنها را کودکان و نورسان تشکیل می‌دهند. از جمله شهروندان نابالغ قزاقستان نیز هستند. یک مشکبر چینی هنگام پرتاب در نزد بناهای استقامتی ترکید. صدمه تیانلونگ 3 هنگام آزمایش در مضافات خینن رخ داد. نوارها نشان می‌دهند که پس از چند ثانیه پرتاب از محرک دودی سیاه به بیرون می‌برد و مشک به زمین می‌افتد و بعد از آن ترکش پرقوت رخ می‌دهد. درباره سبب‌های صدمه و همچنین تلفات احتمالی خبر داده نمی‌شود، اما معلوم است که پرتاب در نزدیکی یکی از محله‌های استقامتی صورت گرفته است. ترکیه در آتش، سوختار شدید جنگل یک بار چند منطقه کشور را فرا گرفت. وضعیت مخصوصا در مضافات ازمیر، چنککلا و ایدین خفناک است که حالا اهالی را سراسیموار تخلیه می کنند. کار آتش نشانان را شمال سخت دشوار می کند که به پهنشوی سوختار مساعدت می نماید. تماشابینان عزیز، در دامین لحظه ها ما ایجادکاران بخش خبری پیام روز تا قدر امکان سعی و حرکت کردیم و شما تنها خبرهای مهمترین را رسانیم و در همین جا به بخش خبری انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.